سلام، من نوید هستم و با قسمت 28 از تاریخ به روایت هرودوت در خدمت شما. در این قسمت ادامه بحث کیاکسار یا همون هوخشتره مادی رو پی میگیریم و همینطور نکاتی رو در ارتباط با پیوندهای بین سکاها و ترکها خواهیم گفت. با من همراه باشید. خب دوستانی که قسمت قبلی رو دیدن حتما میدونن داستان ما با کیاکسار به اونجا رسید که هنگام تصرف شهر نینوای آشوریان توسط کیاکسار، سکاهایی که در تعقیب کیمری‌ها وارد سرزمین‌های ماد شده بودن به اونها حمله میکنن و باعث میشن مادها عقب نشینی کنن و به مدت 28 سال حاکمیت بخش آسیایی میفته دست سکاها. و اما ادامه داستان، هرودوت در بند 106 اینطور ادامه میده که سکاها مدت 28 سال بر آسیا مسلط بودند و با بیرحمی و جهالتی که داشتن این منطقه را به کلی ویران کردند. آنان از هر قوم هر چقدر که دلشان میخواست باج میگرفتند. به علاوه هنگام عبور از هر ناحیه‌ای همه چیز همه را بدون تبعیض غارت میکردند. توی قسمت قبل یه اشاره هایی داشتیم در ارتباط با این بحث غارتگری ها و شباهتش با قوم دیگری که بعدها در تاریخ ظاهر میشه. بله، سرانجام کیاکسار یا همون هوخشتره و مادها همه آنان را به جشنی دعوت کردند و با مس کردنشان تقریبا همگی را سر بریدن. این شیوه سیاسی که جناب آقای کیاکسار انجام میده به نوعی تا همین چند وقت پیش، یعنی بخوام مثال دقیق بزنیم، تو دوره رضاشاه این حقه، هیله، هرچی که میخواییم اسمشو بذاریم، کار سیاسی توسط برخی از بزرگان و شخصیت‌های نامی انجام میشد. کاری به این که این کار خوبه بده نداریم اینجا، میخوام بگیم که این یک ترفندی بوده که حالا برای نمونه اولش شاید کیاکسار قدیمی ترین اونها باشه که در مورد رضاشاه ایشون میاد و سران بختیاری رو بعد از اینکه دعوت رسمی میکنه از همه اونها دستور اعدامش رو به فرمانداری هاش میده که در اون خیلی از بزرگان و سران ایل بختیاری توی اون بازه زمانی توسط رضاشاه اعدام میشن. بله، پس با مسخ کردن سکاهایی که اومدن 28 سال حکومت آسیایی ماد رو ازش گرفتن، میاد چیکار میکنه؟ همه اونها رو سر به نیست میکنه و بدین گونه مادها شاهنشاهی و اتباع پیشین خود رو بازیافتن. سپس نینوا را تصرف کردن. بعد اینکه سکاها رو سرکوب میکنن به نوعی، یا خیالشون از طرف سکاها راحت میشه، دوباره میرن سراغ نینوا و آشوریان که هرودوت میگه که در این باره در کتاب دیگر سخن خواهم گفت، که این کتاب جناب آقای هرودوت متاسفانه در دسترس نیست. بر روی و غیر از ناحیه بابل سراسر آشور را فرمانبردار خود ساختند. آنگاه هوخشتره که با دوره تسلط سکا جمن 40 سال فرمان روایی کرده بود درگذشت. یه نکته هم که اینجا دیدیم این هستش که مادها حاکمیت بابل رو نداشتن، در حالی که توی منابع دیگه، یعنی گزارش مورخین دیگه، در اصل میشه گفتش که بابل که به عنوان همپیمان مادها علیه آشور قیام میکنند، به نوعی وابستگی سیاسی به ماد رو دارن و به صورت حالا غیر مستقیم میشه گفتش که تحت تسلط مادها هستن. خب توی این برنامه ما نمیخوایم مطالب بیشتری از هرودوت رو بخونیم، همین یک بند کلی مطلب داره که راجبش صحبت بکنیم، مخصوصا در ارتباط با پیوند سکاها و ترکها. خب ببینید، توی داستانهایی که هرودوت تو برنامه قبلی راجبش صحبت کردیم، تو بند 73 دقیقا هرودوت عنوان میکنه که سکاها میان، یک گروهی از سکاها میان و به کیاکسار پناهنده میشن. در اصل شاید میشه گفت این کاری که کیاکسار با سکاها انجام میده، یعنی
دعوت کردنشون و بعد مسخ کردنشون شاید، تاکید میکنم نمیتونیم با قطعیت بگیم، ولی شاید میتونه دیگه یکی از دلایلش اون کینه ای باشه که توی اون بند 73 هرودوت ازش صحبت میکنه، و اونم این هستش که زمانی که سکاها به کیاکسار پناهنده میشن، تو حالا یه داستانی کیاکسار از دست اینها شاکی میشه و بهشون توهین میکنه. سکاها در تلافی این توهین میان چیکار میکنن؟ یک سری جوان مادی رو که مسئولیت آموزش دادن اونها رو بر عهده داشتن، میان به عنوان گوشت قربونی اونها رو سلاخی میکنن و از گوشت اونها خورش تهیه میکنن و میدن به کیاکسار تا بخوره، و بعدش هم فرار میکنن و پناهنده میشن به آلیاتس شاه لیدیه، که همین داستان باعث میشه که کیاکسار به لیدیه حمله بکنه و بعدم حالا اون داستان صلحشون و گرفتن دختر از آلیاتس. این یه بخش بود، یعنی یه کینه‌ای که ممکنه کیاکسار از سکاها داشته، و مورد دومش هم همین داستانی که هنگامی که کیاکسار حمله میکنه به نینوا، دوباره این سکاها هستن که میان به نوعی در قامت همپیمانان آشور ظاهر میشن و باعث میشن که مادها اینجا شکست بخورن، و خب طبیعتاً شما با یه همچین گروه و دسته ای نمیتونی به صورت مسالمت آمیز زندگی بکنی، و خب سعی میکنی دنبال یک رای باشی تا اونها رو از سر راه خودت برداری، که کیاکسار به نظر اومده این راه رو انتخاب کرده که از لحاظ اخلاقی نمیشه مورد تایید قرارش داد. بروی این مطلب رو که کنار بذاریم، میرسیم به اصل داستان و موضوع این برنامه، یعنی سکاها و ترکا. تو برنامه قبلی هم یه اشاره داشتیم به این که سیستمی که سکاها در مواجهه با اقوام دیگه داشتن و همینطور شیوه زندگیشون که استوار بر زندگی بیابانگردی بود، شباهت‌های زیادی رو با گروهی داره که بعدها، یعنی در حدود دوران ساسانی، جایگزین همین سکاها در همین جغرافیا میشن، که حالا جلوتر روی نقشه بهتون نشون خواهم داد. شیوه زندگی سکاها و تعاملشون با اقوام دیگه به صورت غارتگری و تجاوز بوده، و همینطور زندگی بیابانگردی. اما برای اینکه این مسئله براتون درست جا بیفته، بهتره که سری بزنیم به ویکی‌پدیا. بسیار عالی. اگر در اینترنت و خصوصا ویکی‌پدیا به نقشه هایی که در ارتباط با پراکندگی اقوام سکایی اومده رجوع بکنیم، ما با یه همچین نقشه هایی روبرو خواهیم شد که خیلی خیلی نکات جالبی رو در دل خودشون دارن. اگر به نقشه مقابل دقت بکنیم، متوجه میشیم که داره بازه زمانی اشکانیان رو برای ما ترسیم میکنه و موقعیت سکاها در اون بازه زمانی. ولی همونطور که در گزارش‌های هرودوت دیدیم، سکاها رو ما در نواحی ماد و آسیای صغیر، که میشه گفت نواحی آذربایجان و ارمنستان و نواحی شرقی ترکیه امروزی هستش، و همینطور اونها رو در گزارش قبلی دیدیم که به مصر هم، یعنی نواحی سوریه، باید برسونیم. یعنی جغرافیایی که برای اونها در نظر میگیریم به هیچ عنوان با جغرافیایی که در دوره پارت ها سعی شده به ما ارائه بشه همخونی نداره، و اونها رو در نواحی جنوبی تر شاهد هستیم. یعنی پیش از هخامنشیان سکاها خیلی خیلی پایین تر از اون چیزی هستن که در این تصویر که مربوط به دوره اشکانیان هست به ما نشون میدن. مورد بعدی قبایل ترکی هست که شما میبینید در این نقشه به عمد در خارج از محدوده سکاها ترسیم شده، و از اونایی که این نقشه رو کشیدن و این جانمایی رو انجام دادن، باید پرسید که مبنا و سندشون برای این جانمایی ها چیه. ما خوشحال میشیم اگر چنین سندی رو به ما هم نشون بدن، چون در منابع رومی که نواحی شرقی دریای خزر رو تا چین
البته طبق ادعای خود مفسرین غربی دارن توصیف میکنن ما هیچ اثری از قبایل ترکی نداریم و هیچ اثری از اونها نمیبینیم. پس چطور این قبایل رو این عزیزان اومدن در اون نواحی جانمایی کردن؟ و نکته جالبتر در ارتباط با این نقشه سکاها اینه که درست در همین جغرافیا ما امروزه شاهد ترک زبانان هستیم، همونطور که توی نقشه میبینید. و یه مورد مهم دیگه هم در ارتباط با ترک ها و سکه ها اینه که با همین تقریبا جغرافیا ما اقوام دیگری رو هم داریم که پیوندهای زیادی هم با سکه ها و هم با ترک ها برای اونها متصور شدن، یعنی اونها که در منابع پهلوی به نظر میرسه اونها رو به صورت خیون یا حیون هم گزارش کرد. و در انتهای این برنامه نکته جالبی رو در پیوند با این خیون ها یا حیون ها و همینطور ترکا و سکاها با هم خواهیم دید. اما آیا پیوند بین سکاها و ترکا فقط مختص به گستره جغرافیاییشون میشه؟ پاسخ منفیه. همونطور که در قسمت قبلی هم توضیح دادیم شیوه زندگی بیابانگردی و همینطور قبیله ای و یا بهتر بگیم ایلیاتی و نحوه تعامل اونها با اقوام دیگه و همسایگانشون که بیشتر مبتنی بر غارت و تجاوز بوده رو هم باید به این پیوند جغرافیایی هم اضافه کنیم. و در کنار اینها ما پوشش تقریبا نزدیکی هم بین سکاها، ترکها و هونها شاهد هستیم. برای اینکه این مطلب رو بهتر متوجه بشین بهتره که به حجاری های مقبره خشایارشاه اول رجوع بکنیم که در اون تصاویر رو که منتسب میکنن به سکاها برای ما به یادگار گذاشته. یکی از نکاتمان در ارتباط با اقوام و تفاوت‌های اونها در پوشش کلاه‌های اونها بوده و همونطوری که در این تصویر هم می‌بینید ما تصویر سه شخص رو داریم که هر سه اونها رو سکایی تشخیص دادن. و اگر در کتیبه‌های هخامنشی جستجو بکنیم می‌بینیم که داریوش هخامنشی در گزارشات خودش از سه قبیله سکایی اصلی نام میبره: سکاهای آن سوی دریا، سکاهای تیزخود و سکاهای هومخار، که هر سه اونها با اینکه از لحاظ پوشش سر نزدیک به هم هستن ولی تفاوت‌هایی رو با هم دارن. و اگر این کلاه‌ها رو با کلاه‌های دیگر اقوام در کتیبه‌های هخامنشی مقایسه بکنیم می‌بینیم که این مسئله، یعنی تفاوت کلاه، یکی از مشخصه‌های کلیدی برای تشخیص اقوام مختلف در گذشته دور بوده که تا چند دهه پیش هم هنوز در منطقه ما شاهد اون بودیم، یعنی درست قبل از داستان کلاه پهلوی. اما خب پیوند این کلاه سکاها با کلاه ترک ها و هونها در چیه؟ برای این منظور بهتر که نگاهی به کلاه‌های سردسته هونها، کلاه مردم صحراهای مغولستان، کلاه روستباران و همینطور کلاهی که برای راهبان و مغان مادی تصویر شده رجوع بکنیم. و در کنار اینها کلاه بریکا که ناحیه‌ای در حوالی نروژ هست، یعنی نواحی که ما ردپای سکاها یا بهتر بگیم انگلو سکاها یا انگلو ساکسون‌ها رو تا اونجا هم میتونیم پیگیری کنیم. این نروژ و نواحی شمالی اروپا رو فعلا توی ذهنتون داشته باشیم، باشون جلوتر کار داریم. حالا این پیوند کلاها که اگه خودتون روشی خودتون تحقیق کنین به نتایج خیلی خیلی بهتری هم خواهید رسید. اینو اگه بزنیم کنار و اون پیوندی رو که جلوتر خدمتتون عرض کردم، یعنی مسئله بیابانگردی یا همون چادرنشینیشون و خشونتی رو که هم درون این ساختار اجتماعی یه چیز طبیعی هم هستش، چه درون خودمون قبایل و همینطور تعاملی که با اقوام دیگه خواهند داشت، ما یک مسئله دیگه ای رو هم توی قسمت قبلی راجع بهش صحبت کردیم و اون هم داستانی بود که هرودوت در مورد سکاها گفت و بیماری که سران سکایی و به نوعی طبق برخی در من تفاسیر و گزارش ها شمن ها یا جادوگران سکایی دچار شدن و اون هم بیماری زن صفتی بود.
به خاطر اون توهینی که به آفرودیت کرده بودن. که اگه تازه به جمع ما پیوستی و اون برنامه رو ندیدی، حتما از طریق این لینکی که این بالا هست اون ویدیو رو هم تماشا کن تا این مسئله که خدمتون دارم عرض میکنم براتون بهتر جا بیفته. حالا این شمنهای سکایی که خصوصیت زن صفتی دارن چه پیوندی با ترک ها دارن یا چجوری میتونن ما رو نزدیک بکنن به داستان ترک ها؟ خب زن صفتی، خاطرتون باشه توی برنامه قبلی گفتیم که داستان زن صفتی یا کم پشت بودن موی صورت رو ما در واژه امرد هم داشتیم که واسه این امرد ها اشخاصی هستن که در نواحی شمال غربی ایران گزارش شدن و اون دسته ای که این بخش نژاد ترک رو منتقل میکنن به صحراهای شرقی آسیا، عملا اقوامی رو به ما دارن نشون میدن، مردانشون در از صورتهای کم مویی دارن و عملا میشه گفت این داستان زن صفتی رو یا بیماری زن صفتی رو به صورت ژنتیکی ما در اینها شاهدیم. و مسئله دیگه یا نکته دیگه همون شمنها یا جادوگرانی بود که لباس زنونه می پوشیدن و اعمال و رفتار زنانه هم انجام می دادن. که برای این موضوع بد نیستش که به این مطلب نگاهی بیاندازیم. بله، شمنباوری یا شمنیسم نام یک رشته باورهای سنتی در برخی اقوام است. خب خواستیم پیوند این شمنها یا جادوگرانی که پوشش زنونه دارند رو با این گزارش که هرودوت گفت در مورد سکاها، یعنی سکاهایی که بیماری زن صفتی دوچار شدن رو ببینیم که چی هستش. برای این منظور این تصویر یک جادوگر آلتایی هستش. تشخیص زن و مرد بودنش خیلی دشواره، اونم به این دلیل که مردمان شرق آسیا مردان و زنانشون به دلیل که مردان صورت کم مویی دارن عملا شباهت خیلی زیادی از لحاظ چهره به زنان پیدا میکنن و نمونه های زیادی رو خودتون میتونین در اینترنت پیدا بکنید. و اما مورد آخر و مهمترین مورد از دیدگاه ما مربوط میشه به ریر وولف یا گرگ آدم در باورهای اسکاندیناوی یا آشنا در باورهای ترکان. اما پیوند این ویر وولف یا گرگ آدم با سکاها چیه؟ بهتره که بریم و نگاهی به قومی به نام نوری در گزارش هرودوت بندازیم. همونطور که در تصویر میبینید بنابه گزارش هرودوت نوری ها اقوامی بودن که در آن سوی سکاها زندگی میکردن و رودی به نام تیراس مرز بین سکاها و نوری ها بوده، اقوامی که شدیداً به آداب و سنت های سکایی هم وابسته بودن. اطلاعات دیگه هم هرودوت در ارتباط با نوری ها داره که در جای خودش وقتی بهش رسیم به اون مباحث رسیم بهشون خواهیم پرداخت. ولی مسئله اصلی در ارتباط با نوری ها و داستان گرگ مربوط میشه به این بخش که از کتاب چهارم هرودوت بند 105 استخراج شده و هرودوت در این بخش عنوان میکنه که هر کدوم از نوری ها در طول یک سال برای چند روز تبدیل به گرگ میشن. البته هرودوت خودش این داستان رو باور نداره و ما هم مثل هرودوت این داستان رو باور نمی کنیم. ولیکن این مسئله همونطوری که در باور نئوری ها به نظر میرسه بوده، در باور پانتورک ها و همینطور اساطیر یا بهتر بگیم افسانه های ترکی هم دیده میشه. یعنی اونجایی که به افسانه آسنا یا همون بوزگرد یا بوزکرت گرگ خاکستری میرسی. اما داستان این گرگ خاکستری ترکا چی هستش؟ خب این داستان آسنا یا گرگ خاکستری مثل تمام داستان‌های دیگه و روایت‌های اسطوره‌ای یا افسانه‌ای فرم‌های مختلفی گزارش شده که یکی از اونها به این شکله که در حمله‌ای که به یک روستای ترک صورت می‌گیره همه اهالی اون روستا کشته میشه. به غیر از یک کودک که به نظر میرسه یکی از سرکردگانه اون تجاوز، دلش برای اون کودک میسوزه و فقط به بریدن دست و پای اون کودک اکتفا میکنه. چه آدم دلرحمی، بچه رو تبدیل کرده به کلمن، بعد نکشتتش، میکشتی که بهتر بود. و جالبه بعدن
پشیمون میشه و برمیگرده تا بچه رو بکشه، میبینه که بچه نیست، که توی این روایت عنوان میشه که یه گرگ ماده که اسمش آسنا هست اونو نجات داده. این آسنا خانم از این کودک کلمن شده پرستاری میکنه و به نظر از این کودک آبستن هم میشه و اینجاست که یک نسل نیمه انسان نیمه گرگ توسط آشینا یا همین گرگ ماده به وجود میاد. نئوری های جناب آقای هرودوت درسته که همسایه سکاها بودن، آداب و رسومشون هم عین سکاها بوده. قبلترم که دیدیم اون سکاهایی که به بیماری زن صفتی دچار میشن توسط خود سکاها بهشون میگن اناره. نمیدونم چقدر شبیه نئوریه ولی حالا، اما این نام نئوری خیلی شبیه نام نروژی یا نروی هم هست که جالب تو همون نواحی بهتون نشون دادیم که کلاهی شبیه کلاه سکاهای تیز خود یا اون یکی سکاهای آن سوی دریا یا سکاهای این سوی دریا که هم می نوشیدن هم داشتن و نروژی هم در پیوند با سکاها یا شاید بهتر بگیم که انگلو ساکسون ها یا سکاهای انگری یعنی تندخو و بدزاد بوده و هستن که در میون اون اقوام اروپایی ما شاهد اسطوره یا افسانه‌ای به نام بیرولف هم هستیم و در جانمایی‌هایی هم که از روی گزارش‌های هرودوت صورت میدن نئوری‌ها در منتهی الیه شمال غربی جغرافیای هرودوت قرار می‌گیرن که به نظر می‌رسه بعد از سال‌ها یواش یواش همین مسیر رو ادامه دادن و به نواحی نروژ امروزی رسیدن. و اما این ویرولف یا گرگ آدم یه نکته خیلی خیلی بامزه دیگه داره که نکته پایانی هم هستش و اگر پایین تر بیاییم در داستانها ما به شخصیتی به نام دولون میرسیم که این جناب آقای دولون خان میبینید یک پوستین گرگ رو به تن داره. داستان جالبی داره. در افسانه های یونانی این دولون خان نقش جاسوس تروایی ها رو داره در اردوگاه یونانیان یا بهتر بگیم آخایی ها و اونجاست که اودیسئوس اونو دستگیر میکنه و با دولون پیمان میبنده که اگر در مورد تروایی ها اطلاعات مورد نیازش رو بهش بده از گرفتن جونش میگذره. خب یادتون هست در ویدیو دوم از تروا در ایران در ارتباط با شباهت های داستان اسفندیار و آشیل چی بهتون گفتیم؟ حالا یه نکته دیگه، گرگسار در شاهنامه از پهلوانان تورانی که در سپاه ارجاسب در جنگ با ایرانیان شرکت داشت. پس از گریختن ارجاسب اسفندیار گرگسار رو اسیر میکنه و به شرط آنکه مسیر رویندج را به او نشان دهد جانش را به اون میبخشد. ای این گرگساره اسم شبیه لباس این دولون خان نبود؟ و از همه مهمتر ارجاسب در منابع ایرانی توران خدا و شاه خیونی یا هیونی یا بهتر بگیم هونها گزارش شده. البته نه اون هونهایی که در نواحی سیبری و روسیه امروزی بهمون معرفی میکنن، بلکه هونهایی که سالها قبلتر از دوران اشکانی و هخامنشی در نواحی جنوبی تر ساکن بودن. خب فکر میکنم برای امروز کافی بوده باشه و از قدیم گفتن اگر در خانه کس است یک حرف بس است. حالا ما چند تا حرف اضافه ترم گفتیم و حرف های خیلی خیلی بیشتری هم مونده که در آینده خواهیم گفت. فقط این رو در نظر داشته باشین که همونطوری که ما امروز قومی به نام فارس تقریبا نداریم، البته میشه یک سری از اقوام رو پیدا کرد که خیلی خیلی در اقلیت هستن و لحاظ نژادی و زبانی فارس هستن و بهشون میتونیم بگیم فارس، ولی در کل ما امروز فارس زبان داریم و در ارتباط با ترک ها هم ما امروز ترک زبان داریم و چیزی به نام ترک تقریبا نداریم. چون اگر ما داستان اصلی ترک ها رو براتون تشریح بکنیم به صورت کامل، اون موقع متوجه میشین همون اتفاقی که برای اقوام فارس افتاد یا قوم فارس افتاده برای قوم ترک هم افتاده و چیزی به نام ترک یا نژاد ترک
نداریم، اگه باشم خیلی خیلی اقلیت هستن. و در کل میشه گفتش که پیوندهای سکاها و اون رفت آمدهایی که داشتن باعث میشه که ترک ها که بخش اصلیشون رو از لحاظ ژنتیکی سکاها تشکیل میدن، اختلاط نژادی زیادی با اقوام دیگه داشته باشن و بده بسونهای زیادی هم مسلمان داشتن. صحبت کوتاه میکنم و دیگه بیشتر به این موضوع فعلا نمیپردازیم و مبحث حالا ترک و سکا رو اینجا میذاریمش کنار. فقط اگر از این برنامه هایی که میسازیم و براتون تهیه میکنیم خوشتون میاد، اگه خوشتون نمیاد که خب اصلا چرا نگاه میکنید، ولی اگه خوشتون اومده میپسندین و راه ما رو درست تشخیص میدین، حتما حتما اگر میخواید این برنامه ادامه داشته باشه و ما با قدرت بیشتری کار خودمون رو پیش ببریم، لایک، کامنت و حمایت مالی از ما فراموش نشه. سرتون رو درد نمیارم و امیدوارم که بدی و ناخوشی ازتون دور باشه. تا درودی دیگر، بدرود.